بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی از پارلمان عراق خواست قانونی در زمینه گردشگری مذهبی و تسهیل امور زائران تصویب کند به گزارش شیه ویوز در این نامه که رونوشتی از آن به دفتر نخست وزیری عراق نیز ارسال شده آمده است اهمیت زیارت میلیونی اربعین حسینی برای کشور عراق و حضور دهها میلیون تن از شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام در این کشور برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام بر کسی از جمله شما پوشیده نیست در ادامه این نامه آمده از سوی دیگر به فرموده مرجعیت شیعه آیت الله عظما شیرازی مدظله کشور عراق سرزمین حضرت امیر و حضرت امام حسین علیه ما سلام است بنابراین این کشور نیازمند تصویب قانونی است تا ورود زائران را تسهیل کند و گردشگری مذهبی را بیش از پیش رونق بخشد این نهاد جهانی افزود گردشگری مذهبی علاوه بر اینکه میتواند رونقی بیشتر به اقتصاد عراق بدهد و شغل های بسیار نیز ایجاد کند میتواند اتکای عراق را به درآمد حاصل از فروش نفت کاهش دهد که این یک استراتژی فوق العاده برای نهادهای این کشور به شمار می آید بنیاد جهانی آیت الله العظمایی شیرازی در نامه خود ادامه داد مایه تاسف است که تاکنون قوانینی با هدف تسهیل گردشگری مذهبی در عراق وضع نشده و همیشه شاهد تصمیمات آنی و در برخی اوقات سلیقه ای از سوی مسئولین مربوط هستیم که هیچ گونه اعتمامی به این مورد مهم و حیاتی ندارند این سازمان جهانی در پایان این نامه که به دفتر نخست وزیری و رئیس مجلس عراق ارسال شده ضمن درخواست برای وضع قوانینی سازنده با هدف تسهیل امور گردشگری مذهبی در عراق آمادگی کامل خود را برای همکاری با کمیسیون امور دینی در پارلمان عراق اعلام کرد